بینندگان عزیز توجه فرمایید، بینندگان عزیز توجه فرمایید، سراوان امروز در دست مردم غیور بلوچستان است. امروز هر ایرانی یک سراوانی است، یک بلوچ است. امروز مردم بلوچستان، مردم سراوان برخواستند و امروز شاهد هستیم که چطور مردم فرمانداری ها رو گرفتند و به نیروهای مدافع جمهوری اسلامی، نیروهایی که 40 سال است که این ملت را به یغما میبرند، اموال این ملت رو میدوزند، ملت رو میکشند، مردم سراوان برپا خواستند. ما امروز هر کدوممون یک سراوانی است. من الان ویدیوهایی به دستم رسیده که براتون پخش میکنم و تا میتونید این پست رو شیر بکنید با دیگر عزیزانمون. اینترنت در سراوان و بخش‌های زیادی از بلوچستان قطع است. ما باید صدای مردم خودمون بشیم. هر کدوم از ما امروز یک سراوانی است. مردم خودمون رو تنها نگذاریم. و من دیدم که بهترین موقع است که بتونم بیام. دارم عرض میکنم سراوان شلوغ شده. نازنین مینویسه چی شده؟ الان دارم همین رو درم خدمتون عرض میکنم که سراوان شلوغ شده، مردم بلند شدن، قوقا کردند و فرمانداری رو گرفتن. من الان در پست دیگری باز دوباره خبرهای زیادی به دست من رسیده که اینها رو من با همه شما عزیزانی که کم و بیش بی اطلاع هستید از این ماجرا، خب مردم در فرمانداری هستند دوستان تا میتونید این پست رو، این لایف رو پخش بکنید که هرچه بیشتر مردم ما، به ویژه مردمی که در خارج از ایران هستند و اطلاع ندارند، مطلع بشن. و مهدی عزیز، بله واقعا همه ما امیدواریم که همه ایران بلند شن، سراوان بشه نقطه سرآغازی برای آزادی ایران، برای یک خیزش همگانی. و ویدیوی دیگری رو من الان تقدیمتون میکنم. اتومبیل های اراسل او باشیدی در لباس پلیس هستند در میانه شعله های آتش. پست هایی که به دست من رسیده همه نشانگر اینه که سراوان در حال سقوط به دست مردم است و ما باید، وظیفه داریم از این مردم حمایت بکنیم هر چقدر که میتونیم، صدای اونها باشیم، برای همدیگه پست بفرستیم. بدونیم که امروز اینترنت در اونجا قطعه. همین کارهایی رو که مردم تونستن تا اینجا انجام بدن و این پست ها رو به خارج بفرستن، مردم دیگه به آخرین حد انفجار رسیدند. مردم دیگه توان ندارند که عده‌ای بیش از 42 سال این مردم رو به یغما ببرند، بکشنشون و با افتخار بیان بایستن و بگن فرزندتو کشتیم، خوب کاری کردیم. حرف بزنی خودتو میکشیم، فرزندان دیگرت رو هم میکشیم. این نظام جنایتکار باید فرو کشیده بشه.
و ما هر کدوم مامون، چه از لحاظ انسانی، چه از لحاظ ملی، چه از لحاظ مذهبی اگر مذهب رو قبول داریم، چه از لحاظ خدایی و هر چیزی که ما تا امروز آموختیم که انسانیت آزادی و آزادگی باید درش باشه، به ما فرمان میده که ما برخیزیم و همراه این مردم باشیم. نه آذر جان، نگو به من هر وقت میلیونی بیان بیرون اون وقت میشه. نه خیر، شما یک نفر به اون میلیون بیافزا، خودت رو بیافزا. ما نگیم که اونها بیان بیرون. نه خیر، اونها ماییم. ما نیستیم بگیم اونها بیان بیرون. تمام بدبختی ما در همین بوده، هی گفتیم اونها، اونها هم گفتن اونها، اونها هم گفتن اونها. نه، ما هستیم، همه ما هستیم. الان منی که لایف میذارم، الان شما این نازنینی که به پای این لایف نشستی، الان اون دوستانی که این صداها رو با دیگران قسمت میکنن، همه ما یک ارتش هستیم. 1 میلیون چیزی نیست. ما بیش از 10 میلیون هستیم، ما بیش از 30 میلیون هستیم، ما بیش از 50 میلیون هستیم. 1 میلیون هیچی نیست، اما به شرطی که هر کدوم مای ما خودمون رو موظف بکنیم و خودمون رو تماشاگر این ماجرا نبینیم که اونها 1 میلیون بیان بیرون. نه خیر، من میرم اونجا که بشیم 2 نفر، بشیم 3 نفر، بشیم 50 نفر، بشیم 100 نفر، بشیم 1 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و 50 میلیون و 80 میلیون. و امروز ما باید این پست ها رو به جای جای دیگه. ایران امروز اونقدر آمادگی خیزش داره که فقط احتیاج به یک شعله آتش داره. و این شعله آتش امروز میبینیم که از سراوان آغازیده، چه بسا فردا از اردبیل و تبریز، پس فردا از شیراز. به پس فردا هم نباید بذاریم برسه. همین امروز 2 ساعت دیگه در شیراز، 2 ساعت دیگه در اصفهان، 5 ساعت دیگه در تهران، مردم باید بلند شن و بلند میشن. و تمام الان مردم ایران همه آمادگی این رو دارن که متاسفانه این بوده که همه نگاه میگردن ببینن او دیگری کی بلند میشه که من پسش بلند شم. نه، هر کدوم از ما امروز یک رضا شاه هستیم. هر کدوم از ما، سامانه نازنینم، سامانه جان درود به بسیار میفرستم. دوستان لطف کنید این پست رو برای همه عزیزان بفرستید که ما بیشتر بتونیم صدای مردم رو. مدام داره الان به من پست میرسه و من این پست ها رو با شما قسمت میکنم که خب الان پست دیگری رو میبینم که دارن. بله، مردم دیگه به جانشون رسیده. با این نظام نمیشه مسالمت آمیز حرف زد. سی و هفت نفر رو میگه ناحق کشتن. این قسمتی بود که از ایران نشنال پخش کرده بود و من برای شما الان به دست من رسید و من برای شما پخش کردم. اما دوستان، جوانان و مردم بلوچ سراوان پس از کشتار سوخت بران بلوچ توسط سپاه پاسداران با اتحاد و یک پارچگی در حال تسخیر شهر سراوان هستند. فرمانداری و اماکن دولتی یکی پس از دیگری در حال سقوط است. مردم بلوچ در پاسخ به کشتار سوخت بران توسط سپاه قیام کرده و به بلوچستان یک شکل انقلاب دادند. سپاسگزارم از فرزانه عزیزم که اینها را برای من فرستاده از داخل ماجرا. منابع محلی از درگیری مردم روستای کشتگان
کسانی که از اون روستا کشته شدن در نقطه صفر مرزی بخش بم پشت با نیروهای سپاه خبر میدهند. حالا نمیدونم بم پشت هست یا مردم با سنگ از مامورین پذیرایی کردند. خب اینها خبرهاییه که الان به من میگن جاده ها رو بگید ببندن و سپاه کمک خواسته. سپاه خودش به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده و الان برای من نوشتن که بگو مردم برن کمکشون، جاده ها رو ببندن با خرابی ماشین های ساختگی. ماشین ها رو در واقع انگار که خراب شده وسط جاده نگه دارن و راه رو ببندن که به نیروهای سپاه کمک نرسه، چرا که سپاه کمکی خواسته. دوستان امروز ایران برخواسته، بخواهیم که سراوان سراغاز نقطه‌ای بشه برای شروعی دوباره، برای رسیدن به اون آزادی که پیوسته دنبالش بودیم، برای ویرانی این نظام جنایتکار. سراوان به پا خواسته، ما هم به پا میخیزیم، ما هم برمیخیزیم و کمکشون میکنیم، چه از بیرون و چه از داخل. به دوستان خودمون در ایران حتی تلفنی میتونیم اطلاع بدیم. ما باید بتونیم از بهترین موقعیت استفاده بکنیم، حتی کوچکترین موقعیت ها میتونن برای ما بهترین موقعیت باشن. بفرستیم، ارسال کنیم، همدیگر رو باخبر کنیم که تمام نیروی ما در همین با هم بودن ماست، در همین اطلاع رسانیه. مردم عزیز ایران، هر کجای جهان که هستید، خودتون رو به این حرکت برسونید، چرا که مردم به دنبال حقوق اولیه خودشون هستن. نه زهرا جان، نه اینکه از تا میتونیم از کشت و کشتار دوری کنیم، تا میتونیم از انتقام دوری کنیم، اما دفاع از خود، یعنی در چنین شرایطی در دفاع از خود، حتی 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر از اونها هم کشته بشن، هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه آنها دارن میان از یک نظامی دفاع بکنن که اون نظام تمام زندگی ما رو به یغما برده، فرزندان ما رو کشته و عمر ما رو نابود کرده و کشور ما رو به نابودی داره میکشونه. اما اگر او رو گرفتیم و بعد انتقام خواستیم بگیریم، نه، به هیچ وجه این کار رو نکنیم. به نیت این که ما بریم اونها رو بکشیم حرکت نکنیم، به نیت این بریم حرکت بکنیم که بتونیم حتی او رو هم بکشونیم در صفه خودمون، که یک سرباز از تاریکی کم بکنیم و یک سرباز به روشنایی بیفزاییم، چرا که خود او هم قربانیه، منتها قربانی احمقیه که فکر میکنه اگر برای اون چه میدونم 1,000,000-2,000,000 که در ماه میگیره زن و بچهش میتونه با اون سیر بکنه، اجازه داره در پس اون حقوقی که میگیره هم میهن خودشو بکشه. بخواهیم او هم آگاه بشه، بخواهیم او هم به راه روشنایی بیاد، بخواهیم او هم سرباز روشنایی بشه، ولی بخواهیم بریم به جنگ با انتقام، بریم به در واقع بریم به جنگ او برای گرفتن انتقام، ما هرگز از این گردونه شیطانی بیرون نخواهیم آمد. پس حتی شعارش رو هم ندیم که من میخوام برم بکشمش، نه، من میخوام برم به آزادی برسم، من میخوام برم به آزادی برسم، به آزادی هم میهنم برسم. اما اگر در این راه کسی آمد خواست منو بکشه، قبل از اینکه او منو بکشه، من اونو میکشم و هیچ دادگاهی در جهان نمیتونه به شما بگی چرا این کار کردی، چون دفاع از خود بوده. اما اینکه من کینه در دلم بگیرم و بخوام برم انتقام از او بگیرم، باور کنیم که هرگز ما از این گردونه شیطانی بیرون نخواهیم آمد و هرگز نخواهیم توانست به آزادی برسیم، حتی اگر این نظام رو نابود کنیم. چرا؟ چون از یک چاله‌ای در اومدیم به یک چاله دیگه، یا از چاهی در اومدیم به چاه دیگری سقوط کردیم. پس این رو نخواهیم که دوباره فرزندان ما 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال دیگه دوباره مثل ما تمام وقت و زندگیشون رو بذارن که بخوان برن به آزادی برسن. نه، ما اینجا این مسئله رو تمام میکنیم
کینه و انتقام رو نه. براو حسین عزیز، ارتشی هموطن کمک کن، کمک کن. این شعار زیبایی است. هزاران درود بر شما سپاسگزارم محمد عزیزم، سپاسگزارم. نه ببینید، صلح، ما برای صلح میریم، ما برای این میریم که کشوری رو از این گنداب بکشیم بیرون. اما اگر بخوایم بریم از یه گندابی بکشیم بیرون و پرت بشیم به گنداب دیگری، خب ما کاری انجام ندادیم. ما فقط یک سری دیگر رو آوردیم گذاشتیم سر قدرت که اونها تازه نفستر بیان همون کاری رو انجام بدن که 5 سال 10 سال پیش انجام میدادن. نه، ما از این دوباره ها و دوباره ها آزاد میشیم، میخواییم خودمون رو آزاد کنیم. به خاطر همین حتی شعار این که ما کینه ورزی میخواییم بکنیم، چون کینه نظام جمهوری اسلامی برای این به اینجا رسید که درونشون پر از کینه بود. آقای خلخالی برای این انقدر انسان کش، چون پر از کینه بود. خمینی نامی آمد و اون جریانات رو اتفاق افتاد روی مدرسه رفاهی بالای سر جایی که خودش زندگی میکرد، داد جنرال های وطن پرست نظام پیشین رو اونجور تیر باران کردن، چون پر از کینه بود، پر از انتقام بود. اما یه کسی مثل ماندلا که میاد حتی با اون همه سالی که زج کشید و میاد میگه ما میخواییم نقطه پایانی بذاریم بر این قصه، او میره به تاریخ میپیونده. خمینی نامی، خلخالی نامی به جای دیگری میرند از تاریخ و ماندلا و کسی مثل گاندی به بخش دیگری میرند. بخواهیم سرباز روشنایی باشیم، بخواهیم از پندهای زرتشت بزرگمون استفاده ها ببریم. مردم ایران امروز برخواسته، ما هم همراه با مردممون برمیخیزیم. نگاه میکنم ببینم که پست جدید چی فرستادن. ببینم که چه خبر تازه‌ای شده و شما رو همراه کنم با این حوادثی که داره در ایران امروز میفته، در سراوان داره میفته و مردم به زیبایی برخواستند و گویا عکسی رو که فرستادن ما پیروزیم چون بیشماریم. درود بر شما، درود بر شما فری بابانم. بله، ما یک ملت هستیم، یک ملتی هستیم که در پی آزادی هستیم. اما اگر براو زربانو خلخال، بله خلخالی هیتلر ایران بود، خود خمینی هم هیتلر ایران بود، چون خمینی بود که خلخالی رو انتخاب کرد برای این کار. یعنی به درستی میدونست که او چه میکنه. حتی وقتی که میرفتن بهش اعتراض میکردن که آقا شما این کس رو گذاشتی سر کار و این داره درو میکنه مردم رو، او از خلخالی دفاع میکرد. یعنی خمینی نقش مستقیم و نقش اصلی رو داشت برای این جنایت هایی که در سرزمین ما شد. خب من خبر تازه‌ای گرفتم. مردم دزاب اعلام حمایت کردند، گفتن امشب راه‌ها رو می‌بندند. مردم زاهدان امشب راه‌ها رو می‌بندند. مردم زاهدان و دزاب، به به، بقیه شهرها رو فعلا داریم گزارش می‌رسونیم. و نازنین بابک عزیز خیلی خوش آمدید، درود بر شما، بر همه عزیزان. بله فریبا بانو، اینا روی هیتلر رو سفید کردن. دقیقا
اینها روی هیتلر رو هم سفید کردن، اینها روی استالین رو هم سفید کردن. به خاطر همین ما میخواییم مثل اینها نباشیم، به خاطر همین ما میخواییم اون جوری باشیم که جمهوری اسلامی نتونست باشه. پس بخواهیم خودمون رو پالایش کنیم، پالایش بدیم از این نفرتی که 42 سال اینها در روح و روان و تن ما ریختن. این کثافت ها رو که از خودمون بریزیم بیرون، به نقطه های خیلی خیلی بهتری میرسیم. کاوه موسوی اعلام کرد به نیروهای سپاه و انتظامی دخالت نکنن چون دادگاهی خواهند شد. خب ببینید، اینترنت شهر سراوان رو قطع کردن. اگر دوستانی عزیزان خبررسانی کنید تا میتونید. بابک عزیزم درود بر شما، بابک تبریزی نازنین. دوستانی اگر میتونید تلفنی، اگر میتونید این پست ها رو بفرستید، اگر میتونید صدا رو ضبط کنید با واتس اپ بفرستید داخل ایران، هر کاری که میتونید انجام بدید بچه ها که صدای ما به همدیگه برسه. یعنی اگر اونها بدونن که ما خارج ایران نشستیم و با همراه اونها هستیم، باور کنید چنان نیروی شما به مردم میدی، حتی به اون کسی که در خونش از ترس پنهان شده، چنان نیروی میدی که از خونش میزنه بیرون و میره به دنبال آزادی، میره میگه من یا جانم رو برای آزادی میدم و یا آزادی رو به دست میارم. چرا که اگر من آمادگی نداشته باشم جانم رو برای آزادی بدم، هرگز لایق آزادی هم نیستم. وقتی این رو فهمید، وقتی این رو شنید، وقتی این رو درک کرد، بلند میشه و خواهی دید که ملت ایران به حرکت در میان. امروز ملت ایران احتیاج به امید دارن، امیدی که به دست من و تو، با صدای من و تو، با کلام من و تو، با حمایت من و تو به دست اونها میرسه. مردم ایران، ما امروز میتونیم همراه با امید و همراه با کمک کردن به همدیگه، همراه با این که دست به دست همدیگه بدیم، فرق نمیکنه از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جغرافیایی اصلا دور هستیم یا نزدیک هستیم، همراه با هم ما میتونیم یک ملت بشیم دوباره و علیه این نظامی که 42 سال بر علیه اتحاد ما جنگید و خرج کرد و نیرو و انرژی گذاشت و ما رو یکی یکی در خونه هامون، در رخت خوابمون، در خیابون، در زندان ها کشت و نابود کرد، برخیزیم و نظام رو فرو بکشیم. چرا که این نظام هرگز لیاقت بر قدرت بودن در کشور ما رو نداشته، نخواهد داشت و هیچ کجای جهان چنین نظامی رو نخواهد پذیرفت. امروز نظام جمهوری اسلامی به آخر خط خودش رسیده و من و تو هم میهن نازنینم، با هر عقیده و مرامی که داریم، با هر باوری که داریم، با هر دیدگاهی که به زندگی داریم، برمیخیزیم و همراه با هم به سوی خورشید میریم، به سوی آزادی میریم، به سوی رهایی میهن میریم. مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشته آیین ما برتر از خدا و دین. دوستان این پوست ها رو برای همدیگه بفرستید. پست جدیدی به دستم رسیده، بله. سروان رضا دسپولی، فرمانده گردان امام علی، که گردان امنیتی سراوان را داری به جان مردم میندازی. اینو کی میگه؟ سروان رضا دسپولی، فرمانده گردان امام علی، که گردان امنیتی سروان را داری به جان مردم میندازی، شخصا مسئول جان هم میهنان هستی. بله میدونم، کاوه موسوی گفته. اون پست رو دوباره بفرستید که الان پاک کردید. چرا اون پست رو؟ یک پستی برای من اومد و پاک شد. خب من ببینم که چرا این پست پاک شد. آیا
خب خبرهای جدیدتری به دستم رسیده. زنده باد مردم با شرف بلوچستان ایران. بابا جان درود بسیار بر شما. خب باز هم پست های جدیدتری میرسه و من الان متوجه شدم چرا اون پست پاک شد، برام نوشتن، دلیلش هم موجه بود. خب بله راه ها رو ببندیم دوستان، در هر کجا که هستیم به همیهنانمون برسونیم این خبر رو که این راه ها رو باید ببندیم. درود بر تو سامانه عزیزم، سپاسگزار همه دوستان از کرد و بلوچ و آذری و گیلک و مازندرانی و فارس و تهرانی و اصفهانی و هر کجای ایران، از تایباد و از هر کجای ایران، ما امروز میتونیم در پس این خیزش مردم شهر غیور سراوان بپاخیزیم و بلند شیم بریم به طرف روشنایی، بریم به طرف امید، بریم به طرف اینکه نقطه پایانی بشیم در همین آغاز بهار و بهار میهن رو به چشم ببینیم. ما میتونیم، ما ملتی هستیم که از روی سایه خودمون میتونیم بپریم. بارها در طول تاریخ این رو نشون دادیم. ما ملتی نبودیم که بترسیم، اگر ترسیده بودیم امروز ایران این چنین نبود، امروز ایران یک دست نبود. ما به جایگاه های بسیار بدی در طول تاریخ رسیدیم، اما پیوسته و دوباره برخاستیم، دست به زانو بردیم، حتی زمانی که دشمن ما رو از وحشت به نیستی کشونده بود، اما دوباره از درون ما اون ققنوس از دل آتش بیرون آمد، برخاستیم و باز دوباره جان گرفتیم. امروز هم میتونیم، اون زمان اون تجربیات نبود، نیاکان ما تونستند. امروز ما اون تجربیات رو هم داریم، یعنی ما در موقعیت خیلی بهتری هستیم. چرا؟ چون میگه زخمی که من رو نکشه قوی ترم میکنه. پس ما خیلی قوی تر شدیم. دوستان تا میتونید این پست ها رو برای دیگران پخش بکنید، بیاریم بچه ها رو در این جمع، بیاریم در این گروه، در این یگان بکشونیم همراه با هم، که هر کدوماشون بشن یک سرباز روشنایی. من ببینم که پست جدید چی برام آمده که با شما نازنینان قسمت بکنم. خب گویا یک ماشین دیگریه، نمیدونم همونه یا یک ماشین دیگریه، دوباره فکر میکنم این همون باشه. خب این آغاز بسیار خوبیه، این آغاز بسیار خوبیه که ما شروع بکنیم. این آغاز رو بایست به فال نیک بگیریم. ما باید بتونیم از یک جایی شروع بکنیم برای نابودی این نظامی که داره کشور ما رو به یغما میبره. ما بیش از 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستیم که شاید 500 هزار تاشون همراه با نظام باشن، اما 7.5 میلیون که شاید 10 20 30 40 50 هزار تامون
اکتیو مخالف نظام باشن، اما اون 7 میلیون دیگه خاکستری هستن. اون 7 میلیون رو ما باید جذب بکنیم و این عرق ایرانی بودن، این غیرت ایرانی رو در اونها زنده کنیم، جان بدیم که تو موظف هستی به عنوان یک ایرانی. خروج تو از ایران، خروج تو از ایران سیاسی بوده، حالا هر چقدر هم که تو بگی من سیاسی نیستم، خروجت از ایران یعنی تو موافقت نداشتی با این روندی که این نظام در اون مملکت داره جاری میکنه. حالا بگو روسری بوده، حالا میخواستم مشروب بخورم، حالا میخواستم دنس برم، حالا میخواستم برم چه میدونم دیسکو برم، کازینو برم، اینا همش جزو اون سیاستی بوده که اون نظام در اون کشور جاری کرده بوده. پس تو یه آدم سیاسی هستی، چرا غیر از این خودت رو تطبیق میدادی با اون نظام و اونجا میموندی و چوب تو سرت میزدن و با میگفتی هیچی. اما ملتی که در داخل ایران هستند هم سکوت نکردن. چطور میشه ملتی که در داخل ایران زیر فشارن سکوت نمیکنن و تو آمدی در خارج کشور سکوت میکنی؟ نه، این رو انسانیت به تو اجازه نمیده، این رو حتی وجدان خودت هم به تو اجازه نمیده. تو موظف هستی، تو یک انسانی و چون انسانی به انسانیت خودت وظیفه مند هستی، پس باید بلند شی، هرچند در حد توان خودت. هر کدوم از ما یک توانی داریم، یک توانایی هایی داریم و اونها رو به این روند، به این راه، به این مردم، به این تاریخ، به این فرهنگی که درش به دنیا آمدیم و رشد کردیم و زبانش رو صحبت میکنیم و غذاش رو دوست داریم و دوست داریم دوباره بریم اون مملکت رو ببینیم، آرزو میکنیم، برای این آرزو کاری انجام میدیم، ضمن این که هم برای خودمون کاری انجام میدیم و هم برای انسانهای دیگه. تو اگر خودت رو دوست نداشته باشی نمیتونی انسان دیگه ای رو هم دوست داشته باشی، اما اگر فقط خودت رو دوست داشته باشی هم نه خودت رو دوست داری و نه انسانهای دیگه ای رو. چرا؟ چون خودت به انسانهای دیگه هم احتیاج داری. پس وقتی انسانهای دیگه رو دوست نمیخوای داشته باشی، اونها رو از خودت دور میکنی و در واقع اچاف به خودت میکنی. پس بخواهیم خودمون رو دوست بداریم، دیگران رو هم دوست بداریم، میهنمون رو دوست بداریم، تاریخمون رو دوست بداریم و در پس این دوست داشتن حرکت بکنیم و در پس این دوست داشتن برخیزیم و در حد توانمون کاری برای خودمون و میهنمون و خانوادمون و آیندگانمون انجام بدیم که ما موظف هستیم در برابر وجدان خودمون. شاید کسی ما رو نمیبینه، هیچ کدوم از ما یک مبارزه وظیفه نیست، آگاهیه. شاید تا امروز این آگاهی رو نداشتی و برنخواستی، اما امروز به این آگاهی رسیدی. پست دوباره به من رسید، فرمانده گردان امام علی که گفته بود سراوان را داری به جان مردم میندازی، نیروهای امنیتی سراوان را داری به جان مردم میندازی، شخصا مسئول جان هموطنان بلوچ ما در سراوان هستی. تا این لحظه کسی کشته نشده، ولی اختیار سریع ما به تو در قانون، تو مسئولیت نداری، هر کجا فرار کنی دستگیرت میکنیم، انتخاب با توه. خب اینو سروان رضا دستبودی گفته. بله کاوی، البته اینو کاوی موسوی به سروان رضا دسپولی گفته که خب اینترنت کل ایران کند شده دوستان، اخبار سخت دست به دست میشه برای من نوشتن. پرتاب گاز اشکاور و تیراندازی سمت هموطنان سراوان که به خونخواهی هموطنانشان بخواستن ادامه. خب بله، ببینید دوستان الان برای من پستی که فرستادند خب باز نمیشه متاسفانه. بنویسم خیلی خوب دوستان نازنینم، تا میتونید
تا میتونید پست رو با دیگران شیر بکنید. الان من میبینم تعداد زیاد جالب نیست، این تعدادی که الان پست میشه. بله میهنان عزیز توجه کنید، سراوان برخواسته. همراه با هم میهنانمون در سراوان ما هم برمیخیزیم، ما هم همراه اونها به سوی روشنی میریم. مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشت آیین ما برتر از خدا و دین. صدای زیبا به گوش ما میرسه، میرسد به گوش ما این صدا و این نما، رو به سوی روشنی با صدای آشنا، با صدای آشنا. سوخبر توصیف میشن. امروز دوشنبه گروهی از مردم در اعتراض به تیراندازی ماموران به سوی سوخبران در برابر پاسگاهی در منطقه مرزی سربان در نزدیک مرز پاکستان تجمع کردند. کسب درآمد از این طریق، یعنی انتقال سوخت به پاکستان، از راه‌های کسب درآمد مردم در مناطق مرزی استان. خبرها به خبرهای بین‌المللی تبدیل شده. خب خبرها رو میبینیم که داره همینطور وسعت پیدا میکنه به تمام جهان. مردم جهان دارن آگاه میشن که مردمی که نان برای خوردن ندارند در حال انجام درآمد یک لقمه نانی هستند. مردمی نیستن که بخوان قاچاق بکنن که میلیاردر بشن، مردمی هستن که میخواد نان شب به منزلش ببره. و اینها، این پاسداران، این دولت بیناموس، اگر همون پولی تیرهایی که اینا میزنه، همون پول اون سربازان و اون پاسدارانی رو که گذاشته اونجا، همون پول بین این مردم پخش میکرد، این اتفاق هم نمیافتاد. اما دولت بیناموس جمهوری اسلامی میاد مخارج گزاف میکنه برای خرید اسلحه و تیر و فشنگ و تیربار و توپ و تانک بر علیه مردم، و مردم گرسنه هستن. یعنی اگر همون پول توپ و تانک میان مردم براشون بیمارستان درست میکرد، براشون کارخونه ای درست میکرد برای کار، این مردم خودشون مدافع اون نظام میشدن. اما آمده چه میکنه؟ پولها رو برمیداره میبره به کشورهای خارجی میده، روسیه و چین و کوفت زهرمار، که توپ و تانک و اسلحه بگیره، اونها بیان در این کشور و این مردمی که گرسنه هستن میخوان برن دنبال یه لقمه نون رو بکشه. این روح جمهوری اسلامی در طول 42 سال. حالا 42 سال گذشته، کشور ثروتمند بوده، کمتر این مسئله محسوس میشده، و امروز مردم به دنبال نان هستند. یعنی من اگر به دنبال یک هدف سیاسی باشم میتونم برای مدتی سکوت بکنم، اما وقتی گرسنمه، حتی به پام تیر هم که خورده باشه، حتی دو نفر از افراد خانوادم هم که کشته شده باشن، گرسنگی من همراه منه. به خانم که برم باز فراموش نمی کنم که گرسنمه، بچم گرسنه شه، مادر پیرم گرسنه شه. و این
درست نقطه سقوط هر نظامی است که هر چقدر هم قدرتمند باشه، هر چقدر هم توپ و تانک و سلاح داشته باشه. جمهوری اسلامی به پایان خودش رسیده. این به تو و من بستگی داره که چقدر بخوایم که این نظام سقوط بکنه. وظیفه انسانی و ملی خودمون رو انجام بدیم دوستان، که ما در برابر وجدان خودمون مسئول هستیم. بله دوستان، اینترنت در ایران ضعیف شده، جای دیگر رو هم ضعیف کردن اینترنت رو، و در اطراف سراوان یا بلوچستان در بسیاری جاها، بله بله نشون دادم فیلمشو فریبا جان، نشون دادم که فرمانداری به دست مردم افتاده. مهدی عزیزم بله، خوزستان به پاخیز، کردستان به پاخیز، شیراز به پاخیز، ترکمن به پاخیز. بله باید بپاخیزیم. خب یک نفر در آمریکا به دست پلیس، سپاسگزارم از سمانه عزیزم، سمانه نازنین، یک نفر در آمریکا به دست پلیس کشته شد، جورج فلوید، و دیدیم که چه اتفاقی افتاد، و دیدیم که بسیارانی حتی در داخل ایران، کسانی که بر نمیخواستن علیه این نظام ولی به اعتراض به اون اتفاقی در آمریکا افتاده بود که اون فرد به اندازه کافی مدافع تو خود آمریکا هم داشته، اونا در ایران بلند شدن از اون فرد دفاع بکنن. اما اونها اگر یک مقدار به اطراف خودشون نگاه کنن میبینن که هزاران، ده ها هزار جورج فلوید که هزاران برابر بیشتر از جورج فلوید برای آزادی، برای رفاه مملکت خودش تلاش کرده بود، به دست دشخیمان حاکم بر سرزمین ما کشته شدن و کسی نیست صدای اونها رو به جهان برسونه. خب نازنینان، تا میتونید این پست رو پخش بکنید و من اگر ببینم لازم باشه حتما باز دوباره میام و در لایف شرکت میکنم. سپاسگزارم که همراه من بودید و تا میتونید همدیگر رو، انسانهای دیگر هر کجا هستن، با تلفن، با ایمیل، با هر چیز، فقط آگاهی برسونیم، چرا که هر کدوم از ما بخشی از این قاب عکسی هستیم که اسمش هست ایران. پس مهر انسان به دل، مهر ایران زمین، گشت آیین ما برتر از خدا و دین. سپاسگزارم که به پای این لایف ناگهانی نشستید. درود بر شما، مجید رحیمی هستم و امروز 23 فوریه 2021 هست، برابر با 5 اسفند 1399. 3 اسفند 1299 رضا شاه بلند شد و 5 اسفند 1399 سراوان. درود بر سراوانی ها، درود بر ملت بلوچ، درود بر کردستان و درود بر هر جای ایران. سپاس.